خب سپاس هزاران سپاس پروردگار مهربانی رو که فرصت دیگری پیش اومد تا بتونیم سیمای دیگه از سیمای صحابیات رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو با هم بخونیم سیمای کوتاه دقایقی که بتونیم حداقل بهره بشیم و آشنایی پیدا بکنیم با این اسماء و صفات و زندگی اینها سیمای بانوی بزرگواری رو که امروز میخوایم بخونیم فاطمه بنت مجلل آمری هست فاطمه بنت مجلل آمریکیشون که ایشون همسر حاتب ابن حارث جمهی هست از زنان اولین زنانی است که ایمان آورده و خب ایشون هم مقام و منزلت ویژه‌ای برای خودش در صدر اسلام داره و خب وقتی که ما به قریش نگاه میکنیم در زندگی قریش و در مورد زندگی این صحابی بزرگوار میبینیم که این هم در جایگاه خیلی ویژه و شرایط خاص خودش هست فاطمه بنت مجلل پسر مجلل باز پسر عبدالله قریشی آمری هست فاطمه همسر حاتب یا حاتب ابن حارس معمر جمعهی هست که ایشون هم از قریش هست و مکی هست خب ساخت داستان از جا شروع میشه این از همون ابتدا که بالاخره دعوت اسلام آغاز شده بود و شوهر ایشون حاتب وقتی شنیست این بالاخره دعوت اسلامی رو و این زیبایی آیات الهی شیرینی حلاوتون اون در قلبش نشست خب طبیعتا قلبش آمادگی و این پذیرایی براش فراهم شده بود که اسلام رو پذیرفت و به دنبال اون همسرش فاطمه هم اسلام رو پذیرفت اما اسلام اینها اسلامی پنهانی بود چرا که در شرایطی نبود که اینو بتونن علنی بکنن و این زن و مرد در واقع جزو برگزیدگان اولیه صدر اسلام حساب میشن پیامبر خدا سلم هم پنهانی به این یاران خودش آموزش های دینی رو در آموزش میداد به دور از چشم بالاخره مشکین و قریشیان و میگو مواظب باشید که در معرض شناسایی اونها قرار نگیرید تا بتونید بالاخره حداقل این عبادات خودتون رو همینطوری که پنهانی هم هست به خوبی به راحتی انجام بدید و اینا هم این گونه عمل میکردن تا مدت ها سعی میکردند که بالاخره شناسایی نشن تا اینکه بالاخره خبر دعوت اسلام کم کم به قریش به همه جا رسید و ادعاوت اونها هم دیگه به اون اوجش رسید که دیگه شما بهتر از هر کدوم میدونید که از ما میدونید که تا بالاخره چه ستم هایی رو بر مسلمانان وارد کردند خب طبیعیه که فاطمه و همسرش حاتب هم از این میان رنج فراوانی دیدن شکنجهای زیادی شدن و مثل مؤمنان صدر اول صدر اسلام اینها هم صبر کردن پایداری کردن و رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقتی شرایط رو اینجوری دید خب به تعدادی از یارانش گفت که به حبشه برید از جمله اینها اونجا هم اینام کسانی بودن که به حبشه رفتن یعنی فاطمه با همسرش همسرش به حوشه رفت با مهاجران و اونجا نجاشی خب میدونیم که توجه خاصی کرد اونها رو گرامی داشت و اینا دیگه در اونجا در اون سرزمین در امنیت و آرامش میتونستن عبادت بکنن و اون ناامنی و اذیت و آزاری رو که در مکه شاهدش بودن دیگه در حوشه نبودن هرچند که از خانواده و دور فامیل اینا همه دور افتاده بودن اما به خاطر خدا همه چیز گوارا بود و شیرین بود چرا که امنیت براشون بود در اونجا فاطمه فرزندی به دنیا آورد و این میگه فاطمه فرزند به دنیا آورد که حارس و دیگری ها یکی محمد و دیگری یکی حارس یکی محمد ببخشید اشتباه کردم دو فرزند به دنیا آورد یکی حارس و دیگری اسمش محمد و این محمد اولین شخصیه که در زمان پیامبر خدا سرسلم از فرزندان صحابه به این نام نامیده میشه اما زندگی این صحابی بزرگوار حاتب ابن حارس که شوهر فاطمه هست بنت مجلل زندگیش طولانی طول نکشید چرا که ایشون بالاخره در همونجا در قربت و در هجرت از دنیا رفت و خب فاطمه ناراحت شد اندوهگین شد مثل هر همسر دیگه ای که شوهر خودش رو از دست میده اما زنی مؤمن و صابر و پایدار بود و راضی شد به اون چی که خداوند براش مقدر کرده بود و همسر خودش رو اونجا رها کرد دیگه در سرزمینی که بالاخره اون فوت کرده و دیگه اینا هم بالاخره مسیر خودشون رو داشتن اما توجهش رو گذاشت رو تربیت فرزند خودش حارث و محمد که خب هر کدوم از اینها هم باز تاریخی برای خودشون دارن که انشالله ما در جای خودش زندگی اونها رو مطرح خواهیم کرد و تعریف خواهیم کرد که چه خدماتی برای اسلام و مسلمانان داشتن که دیگه به که این دوتا از قهرمانان صدر اسلام میشن خب در با فرزندانش در حبش هست تا اینکه با گروه مهاجران در سال هفتم هجرت ایشون به مدینه میاد اون که قابل ذکر اینه که برادر هاتب هم که حتی ابن حارس جمهی باشه این هم جزو کسانی بود که به حوشه هجرت کرده بود با همسر خودش همسرش فکیه بنت یسار هست فکیه بنت یسار که ایشون همین برادر شوهرش هم در همون حوشه از دنیا میره یعنی در مسیر راه دنیا میره و دیگه به سرزمین حبشه نمیرسه زمانی که داشتن هجرت میکردن خب این تصاویری که داشته باشه ببینید هجرت ها آسان نبوده مثل حالا نبوده ویزا بگیرن با سلام و صلوات و با آژانس بیاند و بالاخره سوار هواپیمای ایرباس بشند و اونجا هم برن فرش قرمز براشون پهن کنن با چه سختی این هجرت ها رو طی میکردن و اینجا ببینید که حتی هم که برادر این خاطب هست شوهر فاطمه این در مسیر هجرت از دنیا میره و بالاخره این ناچار میشه همسرش دوباره به مکه برگرده و دوباره باز در اون سفر به مدینه میرن در زمانی که باید <تصفح> لازم میشه به مدینه برن خب فاطمه بنت مجلل گفتیم که این صحابی بزرگوار و صبور جایگاه ویژه ای نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داشت تا جا جایی که پیامبر برای فرزند ایشون دعای شفا و برکت کرده بود داستان داشته باشید خیلی جالبه پسر ایشون محمد ابن حاتب محمد که گفتیم اولین فرزند صحابی که به نام محمد رسول خدا صلی الله علیه و نابیده شده نقل میکنه از مادر خودش فاطمه فاطمه بنت مجلل میگه که من یه روز خرج تو بکم یعنی ارزل حبشه میگه مادر من تعریف کرد داستانه میگه که چون رو از سرزمین حبشه آوردیم بیرون که دیگه حالا تا مدینه میمدیم تا وقتی که ما رسیدیم به مدینه بالاخره یک شب بود یا دو شب گذشته بود و من قضا داشتم درست میکردم برای شما بعد میگه دیدم هیزوما تموم شد کم که تموم شد هیزوما رفتم تا بگردم که هیزمی چیزی پیدا کنم تا آتش ادامه بدم که قضا تکمیل بشه میگه در این موقع بود که قابلمه بالاخره به هم افتاده بود که مثلا قابل این قضا چطور شده بود و دست تو قسمتی سوخته بود از قضایی که دست دیخته بود و این دست سوخته بود و من اومدم میگه که اون موقع پیش پیامبر خدا سر سلام در مدینه و گفتم که یا رسول الله این که می پسر بچه که میبینی دستش سوخته این محمد ابن حاتب هست محمد پسر حاتب هست ابن اخیق پسر برادر تو هست و این اولین کسی هم هستش که به نام شما نامیده شده و ببینید که این سوخت دستش رو اینجوری آسیب دیده ما رو کمکی بکنه و فلان میگه پیامبر خدا صلی الله علیه دعا کرد و بالاخره بر اون من دمید و دست مس کردیم اون محلی که کمی سوختگی بود و بعد این دعا رو خون پیامبر از حول بعث رب ناس ببر ای پروردگار مردم این درد و بیماری رو اشف انتشافی شفا بده که فقط تو شفا دهنده هستی رو به خدا میکنه لا شفا الا لا شفا او. هیچ شفایی نیست جز شفای تو اللهم مشف شفا ان خدا یا بده یک شفایی رو که لا رو سقمن هیچ بیماری نمونه یعنی هیچ بیماری از آثار اون باقی نمونه میگه مادر من گفت که من از اونجا از پیش پیامبر بلند شدم و دیگه دیدم که دست تو خوب شده به برکت دعای پیامبر خدا صلی الله علیه و دیدم دیگه دست تو آثار سوختگیش مشخص نیست اون که حالا چقدر سوخته بود یا تاول زده بود یا مثلا سرخ شده میگه دیدم این آثار <خصف> خوب شده و دیگه از بین رفته رسول خدا صلی الله علیه و خب نسبت به مؤمنان خیلی رحیم بود خیلی مهربان بود و این دعای پیامبر هم برای شفای محمد ابن بنت بغو، ابن معروف فاطمه بنت مجلل هم ببینید چقدر مهم بوده و اصلا نشون میده سابقه اینها نسبت به اسلام توجه پیامبر نسبت به اینها و خب فاطمه بنت مجلل وقتی که ما میخونیم میبینیم زندگی رو ایشون هم جزو همون زنان و بانوانیه که سختی ها و رنج های نسل اولیه رو تحمل کرده چه از سختی ها دوران مکی چه از رنج های دوران هجرت که بالاخره به هوشه رفتن دوباره هجرت کردن به مدینه و چه در سختی های دیگری که این پشت سر گذاشته اما از تربیت فرزندانش قافل نشد و تا جایی که تو نیست نسبت به تربیت فرزندانش توجه کرد در بندگی و صبر و پایداری نسبت به مسائل دینی تمام تلاش خودش رو ایشون انجام داد یک نکته ظریفی که وجود داره ما باید بهش توجه بکنیم وقتی به تاریخ صدر اسلام نگاه میکنیم درسته تصویر کوچکی از این صحابیات یا صحابی اصحاب پیامبر ما میخونیم شاید پنج دقیقه ده دقیقه دوازده دقیقه پونزده دقیقه بیشتر نشه یا شاید در چند قسمت گاهی میشه اما این تصاویری که نگاه میکنیم شما برای یک لحظه تعمل رو درنگ کنید ببینید چقدر گسترده هست یعنی این شخصیت ها در 23 سال دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه در دوران قبل از اسلام بعد از اسلام همراهی با پیامبر محبتی که بین اینها وجود داشته رفت و آمدی که بین اینها بوده توجهی که داشتن توجهی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به یارانش داشته پیامبری که و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین است ببینید که واسه جهانیان وقتی که فقط برای رحمت فرستاده شده نسبت به یاران خودش چقدر توجه داشت و چقدر نگاه خاص داشت در هر صورت این تصویر کوتاهی بود از زندگی فاطمه بنت مجلل خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا روز دیگه و جلسه دیگه که بتونیم سیمای دیگری از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو با هم بخونیم